سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم 121 روز پیش در چنین روزهایی یک اتفاق شکه کننده دنیا رو در حیرت فرو برد متوجه کرد به منطقه ما اتفاقی که تا همین امروز تنشهایی را در منطقه ما به وجود آورده است که تمام منطقه غرب آسیا را از یمن تا فلسطین و لبنان و عراق شعله ور کرده نبردی که میتواند آتشش شعله برتر هم بشود میخوایم بریم اتفاقات رو مربوط به فلسطین رو با هم بررسی کنیم ببینیم که پیرامون این مسئله چه اتفاقاتی رخ داده من لازم هست اول خدمت شما عرض کنم. در 24 ساعت اخیر ما شاهد یک حمله از سوی آمریکا و انگلستان به یمن بودیم در حمله آمریکایی ها به یمن چیزی در حدود 48 هدف به گفته مقامات یمنی مورد حمله قرار گرفته مورد تهاجم قرار گرفته آمریکایی ها در بیانیه‌ای که صادر کرده به این اشاره کردن که این حمله رو با کمک کشورهای مختلفی از جمله کشور بحرین، از جمله کشور هلند، از جمله کانادا، استرالیا، دانمارک، نیوزیلند و انگلستان انجام دادن. من لازم هست این رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم. اون نکته ای که اینا اومدن به اشاره کردن و در رسانه های خودشون با پیدا کرده این هست که ما حمله ای که به یمن انجام دادیم بخشی از پاسخی هست که داریم میدیم به حمله ای که علیه نیروهامون در اردن صورت گرفته دقت کردی چی شد ببین تو هر شب تقریبا سعی کردی یه حمله ای به یمن انجام بدی به محض اینکه جنگندت فرو فرود اومده روی ناوت یمنی های کشتی زدن بعد از این حمله هم همین اتفاق افتاده اینا چندین موشک شلیک کردن به سمت نافا و کشتی هایی و اخباری در این خصوص از دریای سرخ مخابره شده نکته اینجا هست این حمله دیشب برای پاسخ به اردن انجام دادی حمله پریشب برای چی بوده حمله دو شب قبلش بعدشی بوده نکته من رو متوجه شدین ببین همه آن چیزی که ما از سوی آمریکا داریم میبینیم و حملاتی که علیه یمن صورت گرفته بخشی از هم... بخشی از عملیات روتین آمریکایی هاست که اینا به این دلیل که مفتزه نشوند به این دلیل که به افکار عمومی خودشون توضیح بدن مسئله حمله بردون پاسخ دادن به این دلیل که فشار افکار عمومی از روشون برداشته بشه دارن به اون مسئله ربطش میدن تو اگر در توان دو تو اگر قدرت داشتی تو اگر پاسخ دردناک به مسئله حمله به اردن که 43 تا نظامی تو کشته بود انجام داده بودی دیگه مجبور نمی شدی حملات روتین خودت به یمن رو هم پای اون قضیه بنویسی اینکه این مسئله رو پای آن می نویسن نشان می دهد آمریکا در جهت قانع کردن افکار عمومی خودش ابزارهای لازم را ندارد توان کافی برای ضربه زدن به آن شکلی که افکار عمومیش قانع بشود و آرام بشود را ندارد این بخشی از آن چیزی هست که لازم بود من خدمت شما دوستان عزیز مورد اشاره قرار بدم بریم اتفاقات امروز رو با هم بررسی کنیم ما شاهد چند بیانیه از سوی مقاومت عراق بودیم من لازم هست اشاره بکنم پس از دیویس حمله ای که مقاومت عراق به پایگاه های آمریکا داشته و تا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم ادامه داشته آمریکایی ها حملاتی رو علیه مواضعی در سوریه و عراق انجام دادن که بهتر از من در جریانش هستیم در بخشی از این حملات ناوایی ها پمپ بنزین ها و چیزهای از این دست هم زیر ضربه رفته سخنگوی رسانه جنبش مقاومت اسلامی نوجبا در همه خصوص مصاحبه داشته به این اشاره کرده که حملات اخیر آمریکا به مواضعی در منطقه تلاش بود برای اعاده حیثیتی که واشنگتن در اثر ضربات مقاومت و انهدام مواضعش در این مدت از دست داده تا بلکه بتواند ناتوانی خود را در مقابله با مقاومت در منطقه از طرق مختلف توجیه بکند پیام ما به عنوان مقاومت به این حمله ها این است که به خون شهدایی که در این راه بزرگ به شهادت رسیدند وفادار میمانیم و عملیات ما تا روزی که آمریکایی ها در منطقه ما حضور داشته باشند و برای برادرانمان در غزه ادامه خواهد داشت این بخشی از بیانیه سخنگوی نوجبا بوده لازم هست اشاره بکنم که رئیس سازمان هشت و هم به این مسئله اشاره کرده که ما حمله آمریکا رو بدون پاسخ نمیگذاریم خون شهدا ارزش و کرامت عراق به شمار میرود و اجازه نمیدهیم این خونها ارزان شمرده شود. یه چیزی هم من داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم. الان آمریکا در کشورهای حوزه مقاومت حضور داره. پایگاه نظامی داره در عراق هست، در سوریه هست و تلاش کرده که در اینجا هایی داشته باشه. اینا اگر این دو کشور رو به حال خودشون رها بکنن، اینا اگر یمن رو به حال خودش رها بکنن اینا اگر این کشورهایی که در جغرافی های مقاومت هستن رو رها بکنن این کشورها به قدرتی خواهند رسید که جغرافی های مقاومت را در جایی قرار میده که یکی از شکست ناپذیر ترین قدرت ها در دنیا بشه من کلمه دنیا رو میگم الان بعضی از دوستان میگن آقا اینا نه مثلا بمب اتمی دارن نه چیزی دارن تو چرا از دنیا صحبت میکنی از دنیا حرف میزنن به خاطر موقعیت استراتژیکی که دارن به خاطر تسلطی که بر مناطق خاص دارن اگر میبینید آمریکایی ها ولکننده سوریه نیستن اراق نیستن یمن نیستن برای اینها بحران دارن به وجود میارن بخشش به همین دلایل است بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم نوری المالکی نخست سابق عراق هم به همین قضیه پرداخته و در کنار او بسیاری از چهره دیگر در عراق هم درباره این قضیه اعلام موضع کردن محکوم کردن تاکید کردن بر اینکه به نوعی باید بسط آمریکایی ها از عراق جمع بشود آقای هادی العامری از دیگر چهره های مقاومت و مقامات عراق هم به این قضیه پرداخته گفته آمریکا در تلاش است تروریسم را برگرداند وقت آن رسیده که نیروهایش را بیرون کنیم مجلس نمایندگان باید تصمیم قاطعانه برای اخراج نظامیان آمریکایی از کشور بگیرد آمریکا هر زمان که اراده کند تروریسم را احیا می کند و ما هیچ اطمینانی به مذاکره با آمریکا نداریم و آمریکا باید بلافاصله نیروهای خود را از عراق خارج کند اینها بزرگترین حامی تروریسم داعشی هستند آمریکا هر زمان که اراده کند تروریسم داعشی را به حرکت در میآورد و ما آماده ای مقابل با آن هستیم این بخشی از آن چیزهایی هست که این روسا پیرامونه اقدامات آمریکایی ها داره گفته میشه همزمان با این صحبت ها نه موشک به سمت پایگاه آمریکایی ها در سوریه امروز شلیک شده ما همچنان اهداف دیگری رو از سوی مقاومت شاهد بودیم که از طرف آمریکایی زیر ضربه برده من لازم بود اینها رو بهش اشاره داشته باشم و مرور بکنیم اتفاقاتی رو که در حال رخ دادن است یه سر بریم فلسطین اشغالی ببینیم آنجا چه چیزی داره اتفاق میفته امروز سخنگوی ارتش فلسطین آقای ابو عبید سخنرانی داشته ایشان در بخشی از صحبت‌های خودش به این اشاره می‌کنه که مجاهدین این گردان ها طی روزهای اخیر 43 خودروی زرهی اشغالگران را در مناطق مختلف نوار غزه به طور کلی و جزئی منهدم کردند مجاهدان همچنین 15 نظامی اسرائیلی را هم از فاصله صفر به هلاکت رسانده یک نظامی را با تفنگ تکدیرانداز هدف قرار دادند این بخشی از آن چیزهایی هست که این روزها در غزه در حال رخ دادن هست همچنین از فلسطین اشغالی ما دو خبر کاملا متناقض رو امروز شاهد بودیم یک خبر اشاره داشت به استان نظرهای نتانیهو که گفته تا نابودی حماس و بازگرداندن گروگان ها جنگ را متوقف نمی کنی. برای مدیریت روابط با آمریکا به هیچ کمکی نیاز نداریم و همچنین رژیم صهیونیستی تا تحقق اهدافش به هیچ آتش بسی تن در نخواهد این بخشی از سیسای است نتانیاهو داره مطرح میشه از طرف دیگه گفتن اینها به فکر این هستن که جلسه ای رو برگزار بکنن در این جلسه درباره آتش بس صحبت بکنم این که من گفتم حرفای متناقض داره مطرحش از این جهته یک سر از شاهد بودیم از سوی یا ایر گولان جانشین سابق رئیس ستاد کل ارتش رژیم سهین در صحبت خودش گفته نتانیاهو خطری برای امنیت اسرائیل است و به وزیری که نماینده تندروها در دولت است اجازه میدهد به آمریکا هم پیمان استراتژیک این رژیم اهانت بکند این بخشی از چیزهایی هست که ما امروز در فلسطین شالی شاهدش هستیم و این فرد تأکید کرده گفته ما باید در شرایط فعلی به هر شکل ممکن تلاش بکنیم تا به سمت انتخابات حرکت بکنیم یعنی حتی مثلا جنگ بگذره مراعات همو بکنیم تا این زد و خورده تموم بشه دیگه حرفی از این دست هم شنیده نمیشه به وضوح بر این تاکید دارن که باید به سمت انتخابات پیش از آتش بس حرکت بکنن یک اساره نظری هم به نقل از بن وزیر امنیت داخلی رژیم مطرح شده گفته به اعتقاد من دولت بایدن در روند اسرائیل در میدان جنگ خلل ایجاد میکند دیگه شما فقط نگاه بکنید دولت آمریکا رفته با یمنی ها به خاطر اینا در افتاده با محور مقاومت به خاطر اینا در افتاده به خاطر اینا 43 تا سربازشو زدن کشتن زخمی کردن تو سازمان ملل هر اومده اومده وتو کرده کف های خودش مردم ریختن سر خی... خیابون تظاهرات کرده این برو خودش نیورد دیگه آمریکا چجوری خودش رو خرج اینا بکنه الان توی اندیشکده های آمریکایی من هر چی گزارش میخونم خدمت شما بخشش رو ارائه دادم اینا دارن بر این تاکید میکنن میگن نظر ها کف خیابان های عربی داره بر این تاکید میکنه که آمریکا اعتبار نداشته خودش رو بیشتر از همیشه از دست داده و ایران در اوج محبوبیته این که میگن آمریکا اعتبار خودش رو از دست داده از این جهت دارن هشدار میدن میگن تو میگن تو یه رقیبی داری به نام چین یه رقیبی داری به نام روسیه اینا میخوان بیان توی منطقه غرب آسیا این کارا داره اعتبار تو رو میگیره و تو اعتبار خودتو از دست بدی جای پات اینجا از دست میدی نکته کجا هست او همه خودش را برای اینها هزینه کرده و شما طلب کار بودن این قوم رو ببینی شما طلبکار بودن پیروان فرعون را ببینی که بعد از این همه هزینه که برای اینها آمریکا پرداخت کرده دو تا نظامیش رفتن با یمنی ها در آمریکا اعلام کرده اینا مفقود شدن جنازه ها رو نتونست گیر بیاره بعد از ده 15 روز اعلام کرده گفته عملیات نجات تموم شده ما اعلام میکنیم که اینا جان خودشون رو از دست دادن دیگه هزینه ای برای اینها نبوده است که نداده باشد اینها به این شکل طلبکارانه گستاخانه و بیشرافتانه درباره این دادن صحبت میکنن من لازم بود به این مسئله اشاره داشته باشم به جهت اینکه یادآوری بکنم ما با جماعتی روبرو هستیم تمام طول تاریخ اینها طلبکاریه تمام طول تاریخشون چه اون زمانی که در دربار شاهان حقامنشی ایران بودند آویزون ایران شده بودن امپراتوری ایران رو پیدا کرده بودن که خودشون رو این انگل ها خودشون رو در تاریخ حفظ بکنن جلو بیارن بعدم در نهایت جشن تاریخیشونو کردن خوردن کیکی که شبیه گوش ایرانه تا الان که رفتن تو دربار آمریکایی ها و جاهای دیگر لازم بود به این مسئله اشاره داشته باشه بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی و کنیم امروز اسار ازری به نقل از سخنگوی انصار الله مورد توجه قرار گرفته ایشان در صحبت های خودش در خصوص حملات آمریکایی ها بر این تاکید کرده که تداوم تجاوزات آمریکا و انگلیس به کشورمان هیچ هدفی برای متجاوزان محقق نخواهد کرد تصمیم یمن برای حمایت از غزه قاطعانه و اصولی است و تحت تاثیر هیچ حمله ای قرار نخواهد گرفت قابلیت های نظامی ما به راحتی قابل نابودی نیست و در سالهای سخت جنگ مورد ساماندهی مجدد و بازسازی قرار گرفته آمریکا و انگلیس باید هر چه سریعتر تسلیم افکار عمومی شوند و تجاوز رژیم اسرائیل به غزه را متوقف کنند امروز اتفاقاتی که در منطقه داره میفته آغاز بازتعریف و بازطراحی یک نظم جدیده این بچه هایی که الان دارن از غزه دفاع میکنن موشک بالستیک میزنه موشک فلان میزنه پهتابه با برده 2000 کیلومتر میفرسته با آمریکا پنج تو پنج انداخته این در اوج قدرتش این کارا رو نمیکنه ها اینا الان در اوج تنشهایی هستند هستن که تازه از جنگ در اومده یمن عراق هزار یک مشکل داره مقاومت لبنان هزار چالش داره اینا بر این چالش حاکم بشون اینا بر این چالش بتونن فائق بیاین هیچ کس در منطقه غرب آسیا روی حرف مقاومت حرف نمیتواند بزند از این جهت آن چیزهایی که امروز در منطقه ما داره رخ میده بسیار بسیار مهم و نوید بخش آینده بسیار ویژه برای مقاومت می باشد من لازم هست خدمت شما عرض بکنم امروز نظر نظرهایی رو از چهره های غربی شاهد بودیم وزیر خارجه نروژ تاکید کرده گفته نمی توانیم پشت فلسطین را خاری بکنیم وزیر خارجه فرانسه گفته مخالفت با کوچاندن ساکنان نوار غزه هستیم و تاکید داریم که وضعیت آنها فاجعه بار است و نیازهای ضروری دارند که باید برطرف شود این بخشی از استار نظرهایی هست که ما داریم از اینها میبینیم در خصوص موارد دیگر اینا تقریبا همشون همیشه پشت آمریکا بازی کردن اما مسئله فلسطین و فشاری که اینها از سوی افکار عمومی خودشان و جهان میبینن اینها رو وادار کرده و ناچار کرده که به وضوح به این مسائل اعتراف کنند. حملاتی رو ما امروز از سوی مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان علیه سهیونسا شاهد بودیم حداقل در دو نوبت مقاومت لبنان ضرباتی رو به سهیونسا وارد کرده و شهرک اطراف مرز رو مورد عنایت قرار داده در غزه هم ما چندین نوبت اخباری داشتیم از انهدام خودروهای زرهی تانک رژیم صهیونیستی و همچنین نیروهای رژیم که در یک مورد طبق بیانیه مقاومت فلسطین سه تانک مرکاوای چهار و یک بلدوزر رژیم صهیونیستی در محله های غزه مورد هدف قرار گرفته است من این رو هم لازم هست خدمت شما عرض بکنم که تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ارتش و وزارت جنگ رژیم کار توزیع اسلحه و تجهیزات جنگ لوجستیکی در شهر که صهیونیست نشین اطراف نوار غزه را به پایان رسندن. آقا تو رفتی جنگیدی 300 هزار تا آدم هم بردی که خطر اینا رو رفشون بکنی تو ارتشت رفت خطر اینا رو رفشون بکنی بعد الان شهروندای اطراف اونجا رو داری مسلح میکنی که خودشون خطر رو رف بکنن پیام این قضیه چیه آیا پیام این قضیه این نیست که هیچ کدام از کارهای تو اثرگذار و کارآمد نبوده است که تو چاره دیگه پیدا نکردی جز اینکه همچین رفتاری بکنی اینا قابل تعمله برای هر کسی که نظارگر میدان باشه نظارگر حقایق باشه آن چیزهایی که داریم میبینیم بسیار بسیار قابل تحمل می باشد فیلم ها و تصاویر تکان دهنده از نوع رفتار صهیونیست در غزه امروز بسیار بسیار زیاد منتشر شده یک فیلم عجیبی هم من امروز دیدم از یک کودک فلسطینی که حدود سه سالش بوده اینا یه عکس از این کودک با تفنگ اسباب بازی توی شبکه اجتماعی بوده رفتن خونه اونو گیر آوردن کودک آوردن بازداشتش کردن به جهت اینکه قضیه این, این تفنگو بررسی بکن ببین اصلا این چیزایی که ما داریم می‌بینیم و این جنونی که این روسا از صهیونیستا داره دیده میشه بسیار تنز و قابل تعمله فیلم دیگری هم از الجزایر امروز خیلی سر صدا کرد یک نماینده ای مجلس الجزایر رو نشون داد که این فرد مبلغی در حدود هزار دلار رو به دست گرفته بود و تاکید میکنه میگه من این هزار دلار رو میخوام تقدیم بکنم به فلسطین با این میتونن دو تا گلوله یاسین بخرن و اونجا با سهینسه بجنگن من تا درخواست میکنم اگر گلوله یاسین با این پولها خریده شد به نیابت از پدرم که به رحمت خدا رفته روی یکی از این گلوله ها اسم پدر من رو بنویسم اونو شلیک بکنم به سمت صهیونیستا من نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه امروز مسئله فلسطین مسئله غزه یک داستان حیثیتی برای ملت ها شده در مسئله ای که برای ملت ها حیثیتی شده اینا یه طرف ایران رو دارن میبینن یه طرف مقاومت رو میبینن که هم داره فوش میخوره هم داره هزینه میده یه طرف آمریکا و دیگرانی که با همه وجود به همراه حکام عرب دارن بازی رو حفظش میکنن دارن سعی میکنن بازی مدیریت بشه ملت ها در این مسئله و در این بازی آن روز که فلسطین پیروز باشد هورا میکشن در راستای منافع ایران و مقاومت روزی که فلسطین ناراحت باشد خشمگین هستند در راستای منافع ایران و مقاومت برای اولین بار تو دنیا یه دو قطبی را انداختن کاملا تو چارچوب متعریف میشه کاملا در راستای منافع متعریف میشه این بهترین و خاصترین اتفاقی هست که از دل این اتفاق تلخ از دل این اتفاق دردناک و از دل این نسکشی غمانگیز داره خودش رو فریاد میزن نکته دیگه ای ندارم اینها رو گفتم که تأکید بکنم اگر وطنتان را دوست دارید اگر ایرانی هستید اگر از بچه های محور مقاومت هستید اگر از ملیت های دیگه برنامه من رو میبینید انسانیت براتون مهمه حتما برای بچه های فلسطین برای بچه های مقاومت در یمن برای اونها که در عراق و لبنان و سوریه هستند دعا بکنید که خداوند به زور بازوی اینها و قوت زانوی اینها توان مضاعف بده تا به یاری حضرت الله بهترین ها در این نبرد رقم بخورد من نکته دیگه این ندارم اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که برنامه خودتون با پیام های شما کامل بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر